بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شاگردای عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، امید از همه شما جور و صحتمند باشین. به ادامه درس های ریاضی صنف 12 هم به خدمت شما هستیم. فصل دوم می خوانیم، درس 38 هم که مربوط صفحات 69 تا 70 کتابتان میشه و عنوان درس ما است مشتق تابع کوساین. خب دوستا، کوساین ما می فهمیم که یکی از نسبت های مثلثاتی است. اگر ما یک مثلث در نظر بگیریم به نام ABC، وقتی میگیم کوساین تیتا یعنی که ضلع مجاور بر واتر، درست است دوستا؟ این نسبت مثلثاتی به خاطر میگه که در یک مثلث از نسبت دو ضلعش ای کوساین بعد اسم، یعنی هرگاه طول از این ضلع تقسیم طول از این ضلع کنیم کوساین از این زاویه مساوی به کوساین از این زاویه میشه. خب حال امی کوساین تیتا را اگر بگوی مساوی به وای، این را میگیم تابع مثلثاتی، درست است؟ حال که وای مساوی کوساین تیتا تابع مثلثاتی شد، برای از این باید از تابع مشتق هم داشته می باشه. پس مشتق از این را چگونه بعد اسم میاریم؟ فلحاظ دوستا، در درس امروز همین موضوع درس ماست که برای وای مساوی کوساین اکس که یک تابع است، ما چی کنیم؟ فرمول مشتق شود است بیاریم. اگر بگویم که وای مساوی است به کوساین اکس، دوستای عزیز، اگر در x یک افزایش برابر به دلتای x رخ بده، این زاویه ما افزود شده برابر دلتای x، برابر دلتای y تابع هم افزایش می‌یابد. اگر x برابر دلتای x کاهش بیابد، در اینجا هم برابر دلتای y کاهش می‌یابد. خب، حال دلتای y در جای خودش می‌گذاریم، کوساین x مثبت دلتای x منفی y، y به طرف راست آوردیم، علامش منفی شد. دلتای y مساوی است کوساین x مثبت دلتای x منفی، به عوض y چی نشتا میکنیم؟ کوساین x. دوستا، ما و شما در درس های گذشته، در صنف های قبلی، یک مطابقت خوانده بودیم که کوساین p منفی کوساین q مساوی است به منفی دو چند ساین پی جمع کیوی بر دو ضرب ساین پی منفی کیوی بر دو. حال با استفاده از همی مطابقت، این قسمت خودت به این ترتیب می نویسیم که دلتای وای مساوی است به منفی دو ساین این دو زاویه را با هم جمع می کنیم، اکس جمع دلتای اکس جمع اکس ضرب ساین x جمع دلتای x منفی x بر 2. درست است دوستای عزیز؟ دلتای y مساوی است به منفی 2 ساین این قسمت x با x میشه 2x. 2x جمع دلتای x بر 2 ضرب ساین x با x که تفریق شوه میمانه دلتای x بر 2. دلتای وای مساوی است به منفی 2 ساین 2x بر 2 جمع دلتای x بر 2 ضرب ساین دلتا x بر 2. خب دوستا، حال چی میکنیم؟ اطراف مساوات تقسیم دلتای x میکنیم و لیمیت میگیریم. خب دوستای عزیز، حال از این اطراف این مساوات تقسیم دلتای x میکنیم، میگیم که دلتا y بر دلتا x مساویست به دلتای مساویست به منفی 2 منفی 2 ساین x جمع دلتا x بر 2 ضرب ساین دلتا x بر 2. و میشه که ما به این ترتیب هم بنویسیم که دلتا y بر دلتا x مساویست به منفی، مساویست به، خب منفی را در این قسمت میگذاریم،
ساین x جمع دلتا x بر 2 ضرب ساین دلتا x بر 2 بر دلتا x بر 2. دوستا این کسر الکسر است. اگر این را ساده کنیم پس چیزی که در بالا داشتیم، مساواتی که در بالا داشتیم بعد دست ما میه، یعنی کدام فرق نکرده، عین مساوات است، فقط دور به شکل مخرج با دلتا x گرفتیم که اگر این علامه تقسیم به ضرب تبدیل کنیم، علامه نسبت به ضرب تبدیل کنیم، این کسر الکسر معکوس میشه و دو پس در حالت ضرب قرار میگیره و در جایش میه. خب ما این را چرا به این ترتیب نوشتیم؟ تا از اطراف لیمیت بگیریم. طوره که دلتا ایکس متقرب به صفر است در اینجا می نویسیم آنچه در این قسمت داشتیم همیشه یک قسمت می نویسیم. خب دوستای عزیز، طرف چپ ما در حقیقت وای زبر است و این مساوی می شود لیمیت. گفتیم که این قسمت دقیقا طرف راست مساوات ما با دو خط اینجا نشان دادیم. وقتی که لیمیت بگیریم میشه که یک دفعه با این قوس بگیریم لیمیت و یک دفعه هم با این کسر ما لیمیت بنویسیم، یعنی میشه که بنویسیم که لیمیت منفی ساین x جمع دلتا x بر 2 که دلتا x متقرب است به صفر ضرب این قسمت، ضرب چون جای نیست در این قسمت می نویسم، لیمیت دلتا x ما متقرب به صفر است، این کسر را می نویسیم، ساین دلتا x بر 2 بر دلتا x بر 2. خب دوستای عزیز، حال میگیم وای زبر مساویس به، اگر دلتا ایکس ای قسمت قرار بدیم ای صفر میشه، صفر تقسیم دو صفر میمانه منفی ساین ایکس و ضرب ای قسمت یک میشه دوستان، چون ساین یک زاویه بر همان زاویه طوره که لیمیت اون زاویه تقرب به صفر کنه مساوی به یک است. در یک قضیه ما قبلا خواندیم وای زبر مساوی به منفی ساین اکس، یعنی اگر ما داشته باشیم وای مساوی به کوساین اکس مشتق از این میشه منفی ساین اکس. این منفی هیچ وقت یادتان نره دوستای عزیز. خب حال شاگردای عزیز، پیرامون از این مشتق کوساین اکس سوال کار میکنیم. خب شاگردای عزیز ما و شما دیدیم که اگر داشته باشیم وای مساوی کوساین اکس مشتق از این میشه که وای زبر مساوی به منفی ساین اکس، این را ثبوت کردیم با استفاده از افزایش تابع و افزایش متحول، این را ثابت کردیم، لیمیت گیری کردیم، درست؟ ولی برای ثبوت از این که وای اگر مساوی باشه با کوساین اکس و مشتقش به این چیز میشه، یک ثبوت دیگر هم داره که میخواییم برتان کار کنم. اگر ما داشته باشیم اکس ساین مربع اکس جمع کوساین مربع اکس مساوی به یک، ما شما میفهمیم این است یکی از مطابقت های مثلثاتی. در این قسمت دوستا ما کوساین در طرف چپ میگذاریم و ساین به طرف راست انتقال میتیم، علامهش منفی میشه، از هر دو طرف ما جذر میگیریم. مربع با جذر رفع میشه، کوساین اکس مساویس به یک منفی ساین مربع اکس، یا بهتر از ایره به این ترتیب بگیرم که به توان یک بر دو. خب دوستای عزیز، حال اگر ما مشتق بگیریم میبینیم تابع زمینی است، یک منفی ساین مربع اکس از خود توان داره. خب حال اگر ما مشتق بگیریم بگیم کوساین اکس مشتق کوساین اکس این مساویس به توان عزیز ضریب میشه،
یک منفی ساین مربع x هستی توان یکی کم میشه و یک بار هم در توابع زمینی مزرد میخواییم توابع مرکب است دوستا من توابع زمینی گفتم توابع مرکب است میبینیم که یک منفی ساین مربع x اگر شما u بگذارین مساوی به u بگذاریم یک منفی ساین مربع x اگر ما u بگذاریم u به توان یک بر دو اگر از این من مشتق بگیرم میشه یک بر دو ضرب یو به توان یک بر دو منفی یک یو زبر یک دفعه مشتق خود یو یعنی اگر ما بخواییم از این قسمت مشتق بگیرم توان ضرب ضریب از توان یکی کم یک بار هم مشتق خود داخل از این یک منفی ساین مربع اکس درست است دوستای عزیز؟ پس کوساین ما کوساین زبر x یا مشتق x مشتق کوساین مساوی است به یک بر دو ضرب یک منفی ساین مربع x کل به توان یک بر دو یک بر دو منفی یک دو سام میشه منفی یک بر دو منفی یک بر دو که در مخرج بیایم میشه مثبت یک بر دو ضرب خب مشتق بگیره مشتق یک صفر میشه این قسمت اگر ما مشتق بگیریم دوستا چون اینجا جای نیست در این قسمت مینویسم این خود گفتیم صفر میشه این هم منفی خودش توان ضرب ضریب از توان یکی کم درست است توانش دو بود از دو که یکی کم شد پس به توان ساین به توان یک مشتق خود ساین چی هسته؟ یک بارم مشتق خود ساین درست است دوستای عزیز حال میگم کوساین زبر مساوی است به یک ضرب یک یک میشه دو یک بر دو به این معنا که توان که کسری بود معنای جذر میده یک توان از این قوس است و دو هم مرتبه جذرش است یک منفی ساین مربع اکس ضرب ای قوس ما ای صفر خواهی ضرور نیست که بنویسیم یعنی میشه بنویسیم منفی دو ساین اکس از ساین هم مشتقش چیز دوستا؟ کوساین منفی دو ساین اکس ضرب کوساین اکس پس می نویسیم که کوساین ضرب اکس مساوی است یک بر دو با دو تفریق میشه منفی در این قسمت میمانه این منفی است و عوض از اینجا جذر داره می نویسیم کوساین مربع x گفتم یک منفی ساین مربع مساوی است به کوساین مربع درست است و این قسمت هم داریم که ساین x ضرب کوساین x دو خو گفتیم که با دو اختصار شد منفی را هم در این قسمت نوشتیم مربع با جذر رفع میشه دوستای عزیز مربع را با جذر کنسل کردیم و می نویسیم حال که کوساین ضرب x مساوی است به ساین x منفی البته منفی اینجا است ساین x ضرب کوساین x در مخرج چی داریم؟ کوساین x کوساین x با کوساین x اختصار پس کوساین x البته کوساین ضرب x مساوی است به منفی ساین x بازم دیدیم دوستا که مشتق کوساین چی میشه؟ ساین میشه خب دوستای عزیز حالا در این زمینه مثال کار میکنیم خب شاگرده عزیز حالا که مشتق کوساین میفهمیم بر ما مثال داداشته که از این توابع شما مشتق بگیرین دو مثال داداشتم مثال اول ما به این ترتیب است fx مساوی ساین 2x ما میفهمیم که fx مساوی میشه ساین 2x که باشه ما مطابقت های مثلثاتی را خواندیم این میشه 2 ساین x ضرب کوساین x. حالا اگر از این مشتق بگیریم پس ای به این معناست که 2 ساین
x مشتق از این قسمت ضرب کوساین x جمع دو کوساین x مشتق کوساین x ضرب ساین x. البته اینجا دور هم باید است بنویسیم. ایره یک تابع در نظر گرفتم، تابع u، و ایره هم تابع v. ما و شما خو میفهمیم دوستای عزیز که اگر ما داشته باشیم y مساوی u ضرب v، پس مشتق از چند میشه؟ u زبر ضرب v جمع v زبر ضرب u. درست است؟ با استفاده از این همین فرمول ما از این مشتق گرفتم، چون این دوتا دالت ضرب بود. درست است؟ دو ساین x مساوی بود به ضرب، در حالت ضرب بود با کوساین x، چون ما میفهمیم که اینی ساین 2x مساوی است دو ساین x ضرب کوساین x. این را ما در صنف‌های گذشته خواندیم. خب دوستای عزیز، حال که ما این را میفهمیم، پس میتونیم بگیریم که f زبر x مساوی است مشتق از چند میشه؟ دو که خودش مشتق ساین مساوی است کوساین x ضرب کوساین x جمع کوساین مشتقش چند است؟ منفی ساین x ضرب دو ساین x. f زبر ما مشتق گرفتیم، مشتق عکس شد. متبقی کاری که میکنیم، یعنی سوال ساده تر مینویسیم. کوساین ضرب کوساین، کوساین مربع، مثبت ضرب منفی منفی، دو ساین مربع x. دو مشترک میتونیم بگیریم، کوساین مربع x منفی ساین مربع x. خب دوستان، میشه این را از این کده هم ما و شما ساده تر بنویسیم، یعنی که کوساین f زبر x مساوی است به دو، به عوض از این میتونیم بنویسیم کوساین 2x. کوساین دو چند زاویه مساوی به این چیز است، نه؟ میشه که عوضش کوساین 2x بگیریم. حال دوستای عزیز، وقتی که مثال اول کار کردیم و فهمیدیم، میشه که حال مثال دوم کار کنیم. خب شاید عزیز، مثال دوم است که fx مساوی x منفی سین x ضرب کوساین x. این سوال هم میشه که ما یاد مشتق بگیریم که از مشتق حاصل ضرب استفاده کنم، به او ترتیب میشه، یا میشه که بگیرم اینمی ساین x. ما و شما میفهمیم که ساین x ضرب کوساین x، دو ساین x ضرب کوساین x مساوی ساین 2x. درست است؟ اگر ما داشته باشم ساین x ضرب کوساین x مساوی ساین 2x بر 2، ایواز از اینی میشه که ما اینی چیز بنویسم، یعنی سوال بنویسم fx مساوی x منفی ساین 2x بر 2. اگر حال من مشتق بگیرم از این، مشتق از این میشه 1، مشتق از این چی میشه دوستا؟ تابع تابع ضمنی است، یعنی اینجا 2 ضرب x شده. درست است؟ تابع تابع مرکب است، ببخشید من تابع ضمنی گفتم، تابع تابع مرکب است. اگر از این من مشتق بگیرم، یعنی از این که مشتق گرفتیم، خب از این که مشتق گرفتیم شد 1. از این قسمت که مشتق بگیرم کوساین میشه، ساین میشه کوساین، کوساین 2x بر 2. و مشتق داخل از این، یعنی مشتق 2x چی میشه دوستا؟ به این ترتیب 1 منفی کوساین 2x بر 2 ضرب 2 میشه، که 2 با 2 اختصار میشه که بنویسیم f زبر x مساوی به 1 منفی کوساین x. ای است مشتق سوال دوم ما. و یا میشه کمی سوال دوم ما به این ترتیب مشتق بگیریم که مشتق از این مساوی به x مشتق x چند از دوستا؟ 1 منفی. این در حالت ضرب است، پس میشه بگیم مشتق ساین x ضرب کوساین x جمع مشتق کوساین x ضرب ساین x. f زبر x مساوی است 1 منفی ساین x، هم مشتقش میشه کوساین x ضرب کوساین x داریم.
جمع کوساین اکس هم مشتقش منفی ساین اکس هستن. این قسمت هم ساین داریم. کوساین اکس اف اکس مساوی اف اکس ضرب مساوی سی یک منفی کوساین مربع اکس منفی ساین مربع اکس. درست است دوستای عزیز؟ و ما میفهمیم اینی قسمت ما میتونیم بگیریم که یک منفی کوساین دو چند اکس. کوساین دو اکسی یکی از مطابقت های مثلثاتی است. شما ای را میفهمین این مساوی به این میشه، درست؟ و یا میتونیم به عوض از این را بنویسیم منفی که از قبل داشتیم. و اگر شما دقت کنین دقیقا چیزی است که ما و شما در این قسمت داشتیم. البته در این قسمتی دو یاد ما رفته بود، فراموش ما شده بود. اینجا یک دو هم داره، ای از دو اکس، ای از دو اکس. درست است دوستا؟ خب دوستا، ما کوساین اکس مشتقش بر مشتق کوساین اکس فرمول به دست آوردیم که میشه منفی ساین اکس، و در این زمینه دو مثال هم کار کردیم. امیدوار هستم درس امروز آموخته باشین. در صفحه 70 دوستای عزیز شما 5 سوال دارین من از کارخانگی، امیدوار هستم که سوالا را حل کنین. تا درس بعدی همه شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. اوقات شما بخیر.